27 سپتامبر ساعت 10 شب پرواز داشتم. پرواز مستقیم از تهران به شیان نبود، پس اول بلیت ارومچی رو داشتم. اونجا فرود میایم و پرواز بعدی از ارومچی به شیان بود. اینجا نگم براتون که چقدر استرس داشتم، وسایلم هم خیلی سنگین بود. آخرین عکسای یادگاری هم انداختیم، بعدش تک و تنها راه افتادم برم. خیلی استرس داشتم چون اولین سفری بود که دور از خانواده و تنهایی داشتم میرفتم، اونم برای یک سال. از این راهرو طولانی رد شدیم و بالاخره سوار شدیم. همه چینی بودن و با تعجب منو نگاه میکردن. هم خوشحال بودم و هیجان زده و هم ناراحت، چون همین توی فرودگاه دلم برای خانوادم تنگ شد و از طرفی نگران بودم که نکنه بعد از پرواز حالم بد بشه و یا سرگیجه داشته باشم. غذایی که بهمون دادن چینی بود، جدید بود و خوشم اومد، خوشمزه بود. بعد از حدود 5 ساعت و خورده‌ای به ارومچی رسیدیم. ای پرنده مهاجر، سفرت سلامت اما به کجا؟ از حدود 2 هفته قبل اصلا استراحت نداشتم و خیلی خسته بودم و میشه گفت که تقریبا از پرواز تا وقتی که به خوابگاه رسیدم اصلا نخوابیدم، یعنی 2-3 روزی بود که نخوابیده بودم. اینجا دیگه فرودگاه بود، رسیدیم و داشتن وسایلمون رو بررسی میکردن و چمدونهایی که داشتم خیلی سنگین بود و جابجاییش برام واقعا سخت بود. تو این صفهای طولانی میخواستم بخوابم، انقدر که خسته بودم، ولی خب چون هیجان زده بودم خستگی رو خیلی احساس نکردم. اینجا من رو مشاهده میکنید. حدود چند ساعت طول کشید که دوباره چک این کنیم و وسایلمون رو تحویل بدیم. منتظر پرواز بعدی بودم که یه گشتی توی فرودگاه زدم. خیلی باحال بود، چیزای جدید زیادی داشت. نوبت پرواز ما شد، به راه افتادیم خدا رو شکر و باز هم هیجان زده بودم. اینجا دیدم که مون کیک برامون گذاشتن. این کیک های مخصوص رو توی جشن پاییزشون میخورن. این یکی هم ماست بود ولی شیرین بود. حدود 2 ساعت پرواز ارومچی به شیان طول کشید و خدا رو شکر بالاخره تموم شد. چمدونا رو گرفتیم و رفتم تاکسی بگیرم. خدا رو شکر بدون معطلی تاکسی گرفتم و رفتم و هوا عالی بود. یه جورایی هنوز تو شوک بودم و انگار یهویی وارد دنیای جدید شدم. البته آب و هواش دقیقا مثل شمال وقتی که بارون میاد. 像微风的尾，它轻轻收回。等太阳落后很久，看流星划过天空。 اینقدر خسته بودم که تا مسیر همش چرت می‌زدم. حدود 2 ساعت و خورده‌ای توی تاکسی بودم. وقتی هم که در خوابگاه رسیدیم، هوا بارونی بود، شب بود، هیچ جا رو نمی‌شناختم. مردم اصلا انگلیسی بلد نبودن و فقط با چینی، اونم دست و پا شکسته، منظور خودم فهموندم که کجا باید برم. و خدا رو شکر خوابگاه خودم رو پیدا کردم و شب دیر خوابیدم ولی صبح زود بیدار شدم چون خیلی هیجان زده بودم. دوست داشتم بیرون محوطه دانشگاه رو ببینم. همینطوری که میبینید خیلی هوا عالی بود، دانشگاه خیلی زیبا بود، خیلی راضی بودم و خوشحال. تنهایی رفتم و یک گشتی توی همون اطراف زدم و دیدم که چقدر بزرگه، چقدر سرسبزه و خیلی خوشحال بودم از این بابت. مشکلی که داشتم این بود که اینترنت نداشتم، سیم کارت نداشتم و نمیدونستم اصلا از کجا باید شروع کنم و بخرم. منم دقیقا زمانی رسیدم که تعطیلات رسمی بود و همه دانشجوها داشتن میرفتن شهر خودشون، به خاطر همین اینجا خیلی خلوت بود. صبح زود بود و منم چند تا غذاخوری رو دیدم ولی همه غذاشون گوشتی بود و خب میترسیدم حلال نباشه، پس از هیچ کدومشون غذا نخوردم. رفتم یه جایی رو پیدا کردم و به چینی بهشون گفتم که من یه چیزی میخوام که گوشت نداشته باشه.
ممنونم از اینکه همراهمون بودید. ادامه رو توی ولاگ بعدی بهتون میگم.